ملت عزیز ایران، امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه، لباتون خندون باشه، ایرانی سرفراز و سربلند باشه همیشه. خواه عزیزان، وقتی دیگر اومدیم خدمت شما به کارگردانی یاسر عزیزم، اومدیم تو هر خانه های گرم شما عزیزان، امیدوارم که پذیرای ما باشین و از سخنانی که براتون از خداوند میگیم گوش فراده این به سخنان خداوند، زندگی ها رو عوض میکنه و شخصیت های ما رو عوض میکنه. هیچ چیز بهتر از کلام خدا نیست. وقتی کلام خدا رو میشنوی، کلام خدا نیرو میده با آدم، رای زندگی رو با آدم یاد میده، واقعا میدونی چیکار باید بکنی در زندگی. همینجوری توتیوار زندگی نمی کنی، همینجوری برای خودت نمیری، حرف بی خود نمیزنی، حرکات بی خود نمی کنی، اعمال زشت انجام نمیدی، اعمال انسانی انجام میدی اگه کلام خداوند باشه. ولی بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم تا روح القدس ما رو هدایت بکنه. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس، از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح. خداوند برنامه منو تحت پوشش به حمایت خودت قرار بده ای روح القدس عزیز. هر چیزی که از زبانم جاری میشه خداوند، نام تو رو جلال بده خداوند. تو معلم کلام باشه خداوند، که بتونم اون کلام آنچوری که خواستی اراده توست خداوند بر قلب مردم برسونم ای خداوند، تا تو آبیاری بکنی به ریشه بیاره ای خداوند. شکرت میکنم پدر جان، به نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شمالین عزیز، امیدوارم که در این سرمای بیش از حد، برف زیاد به ما برای شما، به هر حال در این برف خوبی. بذار یک سرود بخونم، بعدم بیام در رابطه با این برف و طوفانی که در گیلان اومد صحبت بکنم. جای ما کوچیکیه. شعرمو انتخاب نکردم، ولی هر جا اومد براتون میخونم دیگه عزیزان، چون یه 150 تا شعره. میگه چون او خداست، امروز روز آزادی است، امروز روز پیروزی است. جلال دهید نام قدوس خداوند را، شکر گویید بر نامش، نام عظیم او را. چون او هست پادشاه، رب الارباب، دریای نور را از او ببینین تا شوین آزاد از دردهای خود با خدا. شکر بر نامش گویید، شکر بر نامش گویید، چون اوست پادشاه به خدای آسمان. حمد و سپاس باد بر نام او. پادشاهی آسمان، پادشاهی آسمان شکرش گویید، جلال دهید نام عظیم او را. چون او خداست، چون او خداست. دست خداوند با تک تک شما عزیزان باشه، چون حقیقتا او خداست. برف بسیاری در گیلان و مازندران اومد، چند تا عکس فرستادم، اگه یاسر جان اونو بیزاره، در گردنه های که برف اومده نگاه بکنین، تو گردنه ها ببین کسی کمک نمیرسه. دیروز یه دونه تکس برام فرستاد، گفت آقا ما الان مثلا 3 روز تو این برف گیر کردیم، کسی نمیاد. میان ولی با چیزهای خیلی. دیروز من یه فیلم دیدم، اینا با ماشین لندکروزر، از این لندوور یا نمیدونم چی، یه کامیون یا اون ماشینی اومده بود که برف پاک بکنه، اون گیر کرده بود، اونو داشتم میکشید با از این ماشینای لندکروزر یا لندوور، داشت اون بزرگی رو میکشید، بعد هی میخواست بکشه خودش این بر اونور میگه سنگینه. در تمام این جاده ها میبینین، اگه فیلم هایی که من فرستادم اگه صدا داره من صحبت نمی کنم، شما نگاه کنین ببین مردم چی میگن. اگه یاسر جانم داره چند تا اونو بذاره برای شما،
وقتی یه برف میاد ببینید جاده پلیس را باید اینقدر سریع جاده رو باز بکنه. بابا دیگه الان دیگه تو عصر تکنولوژی از این 4 تا هر استانی میتونه 4 تا 10 تا از این ماشینای بزرگ که برفا رو کنار میذارن بگیرن. چیزی نیست اینا که، یعنی واقعا برف شدیده، واقعا برف شدید اومده توی آخ. وقتی من نمیدونم اون موقعی که باور بکنین من سال 51 مثلا برف اومده بود 1.5 متر دو متر برف اومده بود، با این وز پلیس را خیلی سریع اومد باز کرد. الان اون موقع که چی نداشته که نگاه بکنین، اون موقع بود اینا، ولی سریع اومدن جاده رو باز کردن، یعنی 2-3 ساعت نمیشد. حالا مرده میگه 3 روز، من تعجبم چجوری 3 روز تو گیر میکنی در تمام این جاده. شما نگاه بکنی تمام شهرها همه گیر کردن، مردم خودشون اومدن. دیروز بعضیا واقعا دمشون گرم میگفتن که خیلی ها تو جاده موندن با لندروور زنجیر بسته بود که میرفت مثلا مردم رو کمک بکنه. بابا این پلیس کجاست؟ این وزارت راه کجاست؟ راه و تراوری برای چیه بس؟ موقعی همین حادثه هاست، ببینید شما نگاه کنید تمام ماشین ها زیر برفن. بعدش اتوبوس ها که تو جاده میان بچه توشه، نمیدونم تریلی ها خوابیده، مثلا بار توشه، الکان آدم توشه، بنزینش تموم میشه، گازیولش تموم میشه. اتوبوس ها وقتی بنزینش گازیولش تموم بشه سرما میکشه اونا رو. وقتی من نمیدونم اینا واقعا یعنی هیچی ندارن که کمک بکنن. نگاه بکن صدا داریم؟ جای تأسف برای این دولت مردانی که هیچ چیزی از ایشون بر نمیاد، واقعا جای تأسفه. برف گیر کردن نه کمک میفرسیم. به قول یاسر جان ما میگه، شما میگین ما پایگاه آمریکا رو زدیم 3 تام کشته دادیم زخمی کردیم، همش دروغ دروغ دروغ. من نمیتونین 4 تا برفو تو شهر یا نمیدونم تو خارج از شهر مثلا لایروبی بکنید پاکش کنید؟ بابا اینجا از این تراکتورهای بزرگ هست که باور بکنین مردم این وقتی میرن این تراکتورهای بزرگ هم خودشون آب میریزن، هم اینا رو میریزن این ور اونور جاده رو سری و سر باز میکنن، نمک میریزن که سر نخورن. آخه شما فقط دولت مردانی هستین دروغگو، دولت مردانی هستین که به قول اون یه پسره داشت اول صحبت میگه اسمش یادم رفت الان، میگه که نماینده میخواد بشه، میگه که ملت ما جوانای ما تنبلن کار نمیکنن، بلا کار زیاده تو ایران، میتونن 10 میلیون تومان هم پول در بیارن. کجا در بیارن؟ چرا دروغ میگین که بهتون بعدا میگه اگه میخوای ما رای ندین ندی؟ به تو رای نمیدن، به هیچ کس رای نمیدن. شما چون دروغ میگین، یه جوان 3 تا لیسانس داره یا 1 دونه لیسانس داره، دکترا داره، فوق لیسانس داره، دیپلم داره، کجا کار شما براش فراهم کردین؟
کاری وجود نداره که. جوانای ایران تنبلن بلا کار زیاده. کجا از کار؟ ما که کاری نمیبینیم. ما واقعا این همه مردم داد و فریاد میکنن میان بیرون میگن بیکاری، نمیدونم بیپولی، جوان خجالت میکشه بره خونه از پدر مادرش پول بگیره بگه آقا من مثلا 1000 تومان به من بدی، 5000 تومان ده. الان اینا که اصلا 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، 100000 تومان اینا پولی نیست اصلا. یه کارگر روزی اونجا بگونم 50000 تومان میگیره، 50000 تومان میشه 1,500,000 پولیه یه برای یه کارگر. دولتی که زیر فرق خودش میگه 4,000,000-5,000,000 زیر فقره، بعد چطور با 1,500,000-2,000,000 بخواد زندگیش پیش ببره؟ و اصلا همین هم نیست، تازه همون 1,500,000-2,000,000ش هم نیست. ولی واقعا دم ملت ایران گرم تو این 22 بهمن نشون داد که شما پوچ پوچین، از درون پوچین، از بیرون پوچین، اصلا هیچ چی دیگه در چنته ندارین. الان یه دونه شما گفتیم 22 بهمن ما خیلی شلوغ بودیم، یه فیلم من فرستادم برای یاسر جان براتون بفرسته از بالا نگاه بکنیم چند نفر آدمان توی میدون آزادی، خیابون آزادی یا شهرهای دیگرش، کرمانشاه، جای دیگه، تعدادش اصلا میتونی بشموری، اینقدر تعدادشون کمه. خجالت یعنی نمیکشین شما دولت جمهوری اسلامی؟ واقعا یک دولت، یک کشوری از این کشور بزرگی مثل ایران خجالت نمیکشین شما اینا رو میبینین؟ نگاه کنین. نگاه بکنین خودتون، نگاه بکنین میتونین بشمونین، ببین چقدر خالیه. تازه مردم پراکنده هستن، نگاه بکنین، واقعا نگاه بکنین، خجالت نمیکشین این فیلمو میبینین؟ دولت مردای ایران حقیقتا اینقدر شما پر رو هستین، اینقدر شما پر رو هستین ها که اون سرش ناپیدا. نگاه بکنین، بیا چت بازه اومده پایین، از بالا هم نشون داد. نگاه بکنین، خجالت کشیدین واقعا؟ خجالت شما اصلا میدونین خجالت یعنی چی؟ اصلا میفهمین واقعا میفهمین یعنی چی خجالت؟ اینم 22 بهمن شما بود. مردم تو دانی بزرگی به شما زدن. حقیقتا درود بر ملت ایران، درود بر ملت ایران. و رأی ندادن هم میسهمی میشه، آبروی حیثیت براتون نمیذاره ملت. حالا که شما با ملت دارین میجنگین، ملت رو دارین میکشین، ملت هم اینجوری با تو مبارزه میکنه. اینه میگم مبارزه مدنی، بهترین مبارزه است که برای شما تمام دنیا بهتون نشون بده. خود دولت مردای دنیا میدونن. امروز یه دونه از مسئولین امریکا بود یا اروپا، نمیدونم، میگفت که دولت ایران دروغگویش به حدیه که این دروغگویی میاره توی اروپا مثلا همه چی رو وارونه میگه با دروغ. علاکه ملت ایران که میدونن دیگه اینا چقدر دروغ میگن، یعنی کارشون دروغگویه. اینا یک دلار حاضر نیستن، مردم تو برف گیر کردن حاضر نیستن 4 تا وسیله بخرن تو برف مردم ها کمک بکنن، یا زلزله زدن یا سیل زدن کمک بکنن، بعدن پولا رو میبرن برای اسد که هیچی نمیفهمه، قاتل جنایتکار جنگی هم هست، با اون کمک میکنن با دست به دست روسیه میرن اونجا براشون ساختمون میسازن، براشون مدرسه میسازن. بعدم بچه رو میاد اونجا میگه بگو 22 بهمن مبارک. بچه نمیتونه بگه 22 بهمن مبارک. اون فیلمش هم اگه بیزاره خیلی خوبه، میگه 20 مبارک. چند بارم بهش میگه. واقعا زورکی نیست که، این چیزی که از دل باید بیاد مرد سخن بگه. وقتی دلش نمیاد سخن بگه، بچه باشه گنده باشه هیچ فرقی نمیکنه. شما زور بگین میخواین باهاش مصاحبه بکنین، زور بهش یه چیزی میگین، میگه آقا این همی حرف هستن، نمیتونه بگه. میدونی چرا؟ برای که دروغ داره میگه. وقتی دروغ میگی نمیتونه، وقتی راست باشه از دلش بیاد خوب صحبت میکنه.
یا دهه فجر رو مثلا گذاشتن تو هم فیلم برد، فیلم فجر رو گذاشتن، آدم های مثل داریوش ارجمند مثلا میان میگه که اون رو دیروز چند کلمه سخنانش رو گوش دادم، تسلیت عرض میکنم به سردار شهید ما حاجی چی میگن مش سلیمان، تسلیت عرض میکنم به اون. گفت بعدم گفت که یک مردکه دیوونه توی آمریکا رئیس جمهور فکر میکرد مثلا این شهید بکنه همه چی تموم میشه. همین که نوچه قبل از فیلم های سینما بود و موقع نوچه هنر پیشه ها بود، هیچ اصلا سخن گفتن است میسه شما خودتون گوش بدیم اصلا دیگه اون تکرار آدم نکنه، زشت آدم اینجا تکرار بکنه اون چیزا رو. یا اون شهاب حسینی اون روز با زنه داشت باهاش بحث میگرد، میگفت شما تو پاریس بودین چرا این حرفا رو تو پاریس نمیزدین، میگفتین که من نمیدونم امام حسین رو نمیدونم 14 معصوم رو نمیدونم ما مرد جنگیم و ما فلانیم، چرا میگفتین رو توی فرانسه نگفتی؟ گفت اونجا نمیفهمیدن، ملت ایران میفهمن که شما بگین که مثلا ما 14 معصوم و من نمیدونم من فلان داریم. مردک تو نمیفهمی اصلا کجا سخن بگی چی صحبت بکنی. ملت ایران خیلی باسوادتر از کشورهای اروپایی هستن، خیلی نمیفهمن، خیلی خوبم میفهمن. تو نمیفهمی که حرفای از دهنت بیرون میاد که 2000 هم نمیارزه، 2000 به خاطر مزدوری، به خاطر دروز که پیش آقا بری نمیدونم دستمال ببری براش، فکر میکنی مثلا تو بعدا نمیگی که فردا اینا بیفتن تو دل مردم جان داری. تازه کارگردان هم دیگه بهت فیلم نمیدن، دیگه اصلا بهت بازی نمیدن چون فیلمش فروش نمیره شما برین، مثل داریوش ارجمند، مثل حسین شهاب حسینی، یا همون همین پسره که خودش خراب کرد زارگل، گلزار اسمش گذاشتم زارگل، خیلی بهش میاد. من نمیدونم شما چه اینجوری شدین بابا ملت، همه ملت که نیستن مثل این آدم های لاشی. چرا اینجوری شدین شما؟ برای چی اینجوری میکنین؟ چرا ملت خودتون رو پشت میکنین برای 2000 پول؟ برای یه چی موقعیتی میخوای؟ تو که همه چیز داری، که آقای گلزار تو که همه چیز داری، شهاب حسینی که تو داری، پول داری، وضعتون خوبه، میایین تو امریکا عشق میکنین، میرین تو پاریس با دخترها عشق میکنین، بعدا میرین تو ایران دهنتون آم میکشیم میگین که ما مثلا اسلامی هستیم. چرا دروغ تو ذاتتونه آخه؟ چرا اینقدر دروغگو بد ذاتین شما؟ چی بشه؟ یعنی شرف و انسانیت تا کجا شما میارین پایین؟ آخه شما نه شرف و نه انسان هیچ چی رو نمیشناسین واقعا؟ برای چی مثلا، برای چی موقعیتی این هستی اینقدر دستمال به دستی؟ چرا اینقدر مثل بغلمون رنگ عوض میکنین شما؟ میایین تو امریکا با همه لختا، میایین تو پارتی ها با دخترهای لختی چیز میکنین، بعد میرین تو ایران میگین که من نمیدونم ذکر میکنیم، ما نمیدونم امام حسین قبول داریم، ما نمیدونم امام رضا را قبول داریم. بت پرستی تو ذات بعضی شما هست، بت پرستی، بت ها رو براتون سمبل درست کردین، عوضی که خدا رو پرستش بکنین، خدا بتونه کمکی بکنه برای شما و از خدا کمک بطلبین، از این بت هایی که سمبل شما شدن، این بت ها شده برای شما، چون ذات اون دین خرابه. باز میرسه به ذات اون دین، وقتی ریشه خراب باشه میوهش هم آشغال در میاد. وقتی ریشه پوسیده باشه تو از این چی میوه میخوای بگیری؟ هر کودی بدی، هر نمیدونم فلانی بکنی، میوه خوب نمیده. همه کرم زده یا همه آشغال کوچیک یا نرسیده، یه جوری بالاخره آشغال بهت میده. ریشه وقتی خراب باشه، برای که میدونی آدم های مثل شما هستن که
انسانای تحصیل کرده ایرانی میگن سالی 150,000 تحصیل کرده از ایران میزنه بیرون. اینا همه مغزای هستن، سرمایه های ایرانن. 150,000 هر سال میگه این مغزا میزنن بیرون، میرن اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه. شما اصلا نمیفهمی مغز چیه، شما نمیفهمی سواد چیه. به قول اون خمینی بی سواد میگفت که اقتصاد مال خر است. بعدن اومده بود توی بیزاره برای مرده ها داشت صحبت میکرد، نه برای زنده هایی که داشتن استقبالش رفته بودن. شما را به معنویت میرسانیم، شما را به انسانیت میاریم، نمیدونم آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. ایرانی باید پول نفت بگیره از این چرتی پرتا. این شد رهبر ما یا شورای نگهبان؟ رهبر ما اون جنتیه که خودش نمیتونه خراب میکنه، خودش نمیتونه کنترل بکنه، همون لازم نشسته پوشک بسته به خودش داره میشاشه. تو کلیم هم نمیتونه هر بزن گپ 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 گپ. اون باید شده رهبر قانونگذار کشور ایران. ما ملت، باز میگم ما ملتی که اینا رو بها میدیم به اینا، ما ملتیم که بها میدیم به اینا که اینا بر ما حکومت بکنن. این بی سواد ها بعدن 150,000 مغز هر سال فرار بکنه بره اروپا، برای اونا افتخار بیاره، چی ورزشکار، چی تحصیل کرده، چی دکترا. یا مثل این دولت احمق 176 تا مغز رو توی هواپیما با موشک میزنه میندازه. از کجا شدن بگه خدایش. صبح تا شب مردم دارن مینالن، صبح تا شب مردم دارن مینالن. از هر نقطه از ایران شما ببینید اعتراضه، چی کارگر، چی معلم، چی نمیدونم کاسب بازار، فرقی نمیکنه، همشون ناراضی، همشون هم اعتراض میکنن. ولی مردم این اعتراضای این گوشه اون گوشه رو همه رو باید با هم یک کاسه بکنیم، یه دفعه همه بیایم بیرون، یه 6-7 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، از هر جا که هستیم میلیونی بیایم بیرون. این 22 بهمن به نظر من همه خونه بشینین، هیچ کس بیرون نیاین، تا اینا تمام دنیا ببینن کی طرف دار. هرچی هم اینا میرن 4 تا اتوبوس، یه دونه فیلم هم برای همین 22 بهمن اگه بیزاره چند تا عکسه که مردم برای غذاخوری اون 4 نفر هم که رفته بودن برن ساندویچ بگیرن، غذا بگیرن، ساندویچ بگیرن. اون هم اگه برات بیزاره بد نیست اونا رو ببینی شما. شاید همه تون ندیده باشین، درست تو سایدا هست، ولی همه تون ندیدین اینا رو، ولی ببینین این ملتم بابا. اینا من نمیدونم ملتی هستیم که خودمون فراموش کردیم یا نمیدونم نمیخوایم اشتباهات قبول بکنیم، همیشه در گذشته داریم زندگی میکنیم. گذشته گذشت، رفت، بر نمیگرده دیگه. ما باید آن چیزی که امروز است و آینده ماست باید نگاه بکنیم. نگاه بکنین شما، اینا همه عکس براتون داره میذاره، نگاه بکنین. اینا رفته بودن مثلا برای 22 با من، نگاه بکنین، به اینا وسیله دادن، به اینا غذا دادن، ساندویچ دادن، ساندیس دادن، اون 4 نفر هم به زور بردن یا پول دادن به زور اینا رو بردن. نگاه بکنین شما آخه. اینه، با اینجور میشه حکومت داشت؟ بس ملت شما میدونین که اینا هیچ طرفداری ندارن، چرا یه دفعه کار اینا رو الان که اینا افتادن داغونن، الان بهترین موقع است که اینا رو بندازن مردم. با این حربه ها میخوان مثلا اون 4 نفر بیارن. خجالت بگو نمیکشین آقا. شما اصلا چی بگم، خجالت اصلا نمیدونین چی هست. بریم یه سرودی گوش بدیم بیایم که درس ما رو شروع بکنیم. بهترین سخن، سخن خداونده. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با
لشکر آسمانی هم صدا شویم، با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم. امانوئیل ای خالق دنیا، امانوئیل قوت عطا فرما، امانوئیل ای قادر یکتا، امانوئیل 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 عیسی. با فیض عیسی پیروز گشته این بر دنیا، با نام عیسی فرو می‌ریزیم قلعه ها، با فیض عیسی پیروز گشته این بر دنیا، نام عیسی فرو می‌ریزیم قلعه ها. امانوئیل ای فاتح دنیا، امانوئیل فیضت فزون فرما، امانوئیل از بحر کلیسا، لشکر آسمانی شویم هم صدا، حاویه غارت کنیم در نام عیسی. امانوئیل ای فدیه دنیا، امانوئیل رحمت عطا فرما، امانوئیل بر مردم دنیا، جشنی بپا کنیم بحر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا، بیایی جشنی بپا کنیم بحر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا. امانوئیل ای شاه بی همتا، امانوئیل شکرت کنیم هر جا، امانوئیل ای مالک دنیا، عزیز ایران. با درودی دوباره به عزیزان، امیدوارم که نشستین چایاتون براز. عزیزان به داریم برنامه رو نگاه میکنین و گوش میدین. در اول گفتگوی خودمونی بود، الان در بخش دوم درس از کلام خداونده که کلام خداوند به ما درس بده. و بعد اینا که میگن کار زیاده، نمیدونم یه نماینده که میخوان نماینده میشه میگه 10 میلیون میتونن در بیارن، جوانای ایران تنبلن کار نمیکنن. بله، در خودشون یک آدم در خودشون اگه باشه 10 تا کار داره. همینجا نشسته داره تلفن میزنه با سیگار قاچاق میکنه، همینجا نشسته با چای قاچاق میکنه، اینجا مثلا تو نماینده است، اینجا نشسته با نمیدونم یک کارخونه دیگه داره صحبت میکنه، داره معامله چیز دیگه میکنه. بله، مثل خودشون 10 تا کار دارن، ولی ملت ایران کار وجود نداره برای تحصیل کرده های ایران که بتونن بیان کار بکنن و ایرانو به جلو ببرن. افتخاری برای ایرانن ولی نمیتونن افتخار آفرینی بکنن. میان 150,000 مغزا میان بیرون برای کشورهای دیگر افتخار میارن، چی ورزشکار باشن، چی دانشمند باشن، چی دکتر باشن، چی باسواد باشن، هر چی باشه. سخنی از آینده. عیسی مسیح میگه که این امور را از یوحنا 16 داره براتون میخونم، از باب 16 میگه این امور را از هم اکنون به شما میگویم، تا وقتی با مشکلات روبرو میشوید ایمانتان را از دست ندهید. ایمانداران، به خصوص اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن،
و به تمام ملت دنیا ایمانتون از دست ندین. نه ایمان به بوتا، بلکه ایمان به خدای زنده. شما را از عبادتگاه بیرون خواهند راند، به اونایی که به مسیح ایمان آوردن، و حتی زمانی فرا خواهد رسید که مردم شما را خواهند کشت، که الان توی کشورهای اسلامی مسیحیان میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن. یا داعش و القاعده دیدین که فیلم ها میذاشتن، ده نفر میگفتن فیلم هم، بعدا سرشون میبریدن. عیسی مسیح 2000 سال پیش اینا رو گفته بود برای ما. میگه حتی زمانی فرا خواهد رسید که مردم شما را خواهند کشت به خیال اینکه خدا را خدمت میکنن. این مسلمونا مسیحیان میکشن، فکر میکنن که خدا پرستن، به خدا را دارن خدمت میکنن، در صورتی که به شیطان دارن خدمت میکنن و راه شیطانی را دارن میرن. شما فرزندان خدا را وقتی میکشین، یعنی شما فرزندان شیطانی که فرزندان خدا رو میکشین، که خیلی راحت چاقو رو بر میدارین، گلوشون رو میبارین، ولی اون فرزند خدا میره به بهشت، به پیش خداوند میره، ولی شما تو اون کار جهنمی خودتون میمونین تا یا قضاوت بشین، یا به دردی، یا کشته بشین، یا به دردی مبتلا بشین. خداوند از فرزندانش نمیگذره، از خون فرزندانش نمیگذره. خون فرزندانش فریاد میکنن برای خداوند. به این علت با شما این چنین رفتار خواهند کرد که نه خدا رو میشناسند و نه مرا. همه این مسلمان ها میگن که عیسی مسیح این حرف ها چیه بابا؟ عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم ماست، چی میگی تو آخه؟ چجوری عیسی مسیح رو قبول نداری؟ ولی میگن من مسیح شدم. بگی ای تو مسلمانی، چجوری مسیح شدی؟ گفتم مسلمانی رو گذاشتم کنار، چون دیدم دین شیطانیه، دین خدا نیست، الان به عیسی مسیح ایمان آوردم. میگه نه تو کافر شدی. ای الان میگفتی که عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزمه، که چجوری شد الان کافر شدم من؟ که به همین پیغمبری که تو قبول داری، بهش ایمان دارم، شدم کافر؟ اینه وقتی نمیشناسیم عیسی مسیح. اینه میگه نه خدا رو میشناسن نه مرا. چون نمیشناسن برخوردشون اینجوریه. پس در آن موقع به یاد داشته باشید که خبر تمام این پیش آمده ها را از قبل به شما دادم. علت این که این موضوع را زودتر به شما نگفتم این است که خودم با شما بودم. در 2000 سال پیش وقتی عیسی مسیح تعلیم میداد، در اون 3 سال میگه دیگه زمانای آخر بود، سخنان آخرش بود، که میدونست چند روز دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه اینه میگیرن، دستگیر میکنن، به صلیب میکشن. میگفت چون من با شما بودم قبلا نگفتم، مثلا همو اول اومدم شما رو تعلیم بدم، این چیزها رو نگفتم بهتون، ولی حالا بهتون میگم چون فعلا من با شما هستم. ولی اکنون نزد کسی میروم که مرا فرستاده است، یعنی خدای پدر. عیسی مسیح کلام خدا بود که فرستاده شد. اینی که من شاپور نوعی اینجا نشستم، کلامم میفرستم به تمام جای دنیا، شما در این کلام میشنوین، میبینین. اینه میگن کلام خداونده، که روی خداوند در عیسی مسیح و کلامش فرستاد برای ما مردم، ما ملت جهان. اما گویی هیچ یک از شما علاقه ندارید، به شاگرداش میگفت، علاقه ندارید که بدانین منظور من از رفتن و آمدن چیست. میگیم ایست که علاقه نداریم، فقط این تعلیماتی که از من میشنبین، با من دارین قدم میزنین، همین ساده، همینجوری میبینین، اصلا نمیخوایم ببینین که آمدن و رفتن من برای چی بود، برای چیست، که من چرا اومدم و چرا دارم میرم. اینا رو میگه هیچ از علاقه ندارین که بدونین چی به چیه، چون عیسی مسیح آمد تا گناهای ما رو پاک کنه، روی صلیب بره
به ما آزاد بشیم و با خدا آشتی بکنیم و برای آینده بهشت ما رو تضمین بکنه. و رفتنش به خاطر این بود بره و آخر زمان برگرده به اون زمان آخر قضاوت. اون کسایی که عیسی مسیح ایمان نیاوردن میرن روی قضاوت دادگاه عدل الهی، اونایی که ایمان آوردن، خود عیسی مسیح فرمود که اونایی که به من ایمان آوردن جاشون بالا امنه. ولی اینم بدونین عزیزان که میتونین نجاتتون از دست بدین با کارهای برعکس کلام حرکت کردن و برعکس کلام رفتن. در عوض غمگین و محزونید. میگه چرا غمگینید؟ چرا محزونی شما؟ من آمدم خوشحال باشین که من میرم برای شما خونمو میریزم. خوشحال باشین که از گناه میخواین آزاد بشین. باید خوشحالی بکنین. ولی محزونید. ناراحتین که من الان فردا منو میگیرن، منو سلیم میکشن. ولی نمیتونن منو بکشن. چجوری باید به اینا حالی بکنه؟ که آقا بعد از 3 روز من از مردگان قیام خواهم کرد. من زنده‌ام. نترسید. میگه ولی در حقیقت رفتن من به نفع شماست، که همین الان چند لحظه پیش گفتم به شما. چون اگر نروم آن تسلی بخش که روی پاک خداست. مسلمان ها اینجا این آیه رو میگیرن، میگن عیسی مسیح میگو من میروم کسی را به نام احمد میفرستم که اون همون محمده. نه بابا، میگه که گوش بدید مسلمان های عزیز، گوش بدید کلام خدا رو، گوش بدید. ایمان دارم که به قلب شما میشینه، چون کلام زنده به قلب آدم میشینه، چون زندگی من و شما رو تغییر میده، شخصیت من و شما رو عوض میکنه عزیز. چون اگر نروم آن تسلی بخش که روی پاک خداست نزد شما نخواهد آمد. ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. میگه من میرم روی خودمو میفرستم، روی قدوس میفرستم برای شما که در شما ساکن باشه، به شما به قدرت اعلی آراسته شید و به قدرت روح القدس کارهایی که من کردم شما بکنید. میخواین دست بزنین، اگه ایمان کامل دارین دست بزنین رو مرده، بگین به نام عیسی مسیح مرده زنده شو. باید اطاعت بکنه ازت. مرده در نام عیسی مسیح نقشی نداره مردن. درست جسم ما یک روز میمیره، ولی ما در کل زنده ایم، با خداوند زنده ایم. فقط جسم ما میره، ولی میخواین قدرت خدا رو ببینین، میتونین اون قدرتی که خدا به شما داد، روح القدس در شما ساکن کرد، میتونین قدرت خدا رو با دعا کردن، با ایمان آوردن نشان بدین به همه که قدرت خدا اینه. مرزا رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه، شلان خرامان میکنه، کوران بینا میکنه، زندگی تو عوض میکنه، گناهی تو میبخشه، تو رو با خدا آشتی میده، راهی درست به نشون میده. نه دینای کذایی. وقتی او بیاید دنیا را متوجه این 3 نکته خواهد کرد. وقتی او بیاید یعنی روح القدس بیاید، دنیا را متوجه این 3 نکته خواهد کرد. نخست آنکه مردم همه گناهکارن. خود خدا میگه که مردم همه گناهکارن و محکومن. این حکم خداست. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، اون موقع محکومی از زیر محکومیت میایم بیرون. چون به من ایمان ندارن. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره محکومه. فقط تنها میتونی با ایمان آوردن به عیسی مسیح از محکومیت بیای بیرون.
یک فرد آزاد به هیچ جرمی هم نداشته باشی، چون ایمان آوردی به خون عیسی مسیح، ایمان آوردی که به خاطر گناهانت روی صلیب رفته و ایمان آوردی که برای تو مرد و زنده شد. دوم آنکه پدر خوب مهربان من خدا حاضر است، خدا حاضر است مردم را ببخشد به نام من، یعنی به نام عیسی مسیح. هر کسی ایمان بیاره خداوند منتظره که شما را ببخشه. فقط به خون پسرش عیسی مسیح باید ایمان بیاری. خیلی ساده است، اینقدر ریاضت هم نمیکشین عزیزان مسلمانای عزیز که اینقدر میرین توی بتخونه ها بتهای مرده ها رو میپرستین. اصلا این خیلی سه چهار کلمه سه تا نکته است: ایمان آوردن، حرف خدا رو قبول کردن و آزاد شدن از گناهان. خیلی ساده است، باور بکنین بعدا خودتون میفهمین که عیسی مسیح کیست که در شما زندگی میکنه و چه قدرتی داره و چه آرامشی به شما بیده و چه بخشندگی برای شما انجام داده و چه کار عظیمی در زندگی شما کرده یا میکنه. چون من نزد او میروم و برای ایشان شفاعت میکنم. وقتی من به عیسی مسیح ایمان آوردم میدونم شفیع من زنده است، به پیش پدر آسمانی است و شفاعت منو میکنه، میگه این مال منه پدر، شاپور از این دفعه متعلق به منه، از گناه ها بخشیده شده. ساران بار گفتم ولی بد نیست آدم هی تکرار بکنه. گناه های من گفتم بخشیده شد. یک روز شب داشتم دعا میکردم، زانو زدم، گفتم خدایا من واقعا میخوام بفهمم اینم گناهای من بخشیده شده یا نه. بعضی موقع ما کم ایمانی ما باعث میشه که شک بیاد به ما. خیلی ها اینجوری هن. شک بهشون وارد میشه، ولی خدا، با خدا صحبت بکنی خدا به نشون میده، ساینی به نشون میده، رویایی به نشون میده، خوابت میاد، خواب دیدم که همه مردن، روز قیامت در آسمانم. خداوند باید جواب من، سوال من جواب بده. این رویا رو به من داد، دیدم در آسمانم پیش تخت پرفیزش نور کامل نشسته، داره مردم قضاوت میکنه. نوبت رسید به من، اومدم جلو، دیدم یک دونه 50 سانتی در 50 متر برام گذاشت، رول فرستاد، گفت اینا همه گناه های توست شاپ. ما فکر میکنیم گناه نمیکنیم. هر کلمه ای که از خدا نباشه ما صحبت بکنیم اینا همه گناه است، چون خدا از گناه بیزاره و خدا از گناه دوری میکنه. هیچ وقت به گناه نمیتونی با گناه پیش خداوند بری. که خون عیسی مسیح رو در لیوانی روشن ریخت روی گناه های من، گفت گناهانت بخشیده شده. این جواب سوال من بود که شب داشتم دعا میکردم خداوند گناه من بخشیده شده یا نه. به من نشون داد که با خون عیسی مسیح پاک شده گناهانت. ولی گناه نکن، اگرم ناخواسته گناه میکنی شفیع هست که بری توبه بکنی و بگی خدای منو ببخش. من امروز ناخواسته حرکت بدی انجام دادم، حرف دروغی گفتم، یه نفر عصبی شدم، سر کسی رو کلا میخواستم بذارم یا گذاشتم، زرنگی کردم، ببخش منو. که خدا هست که شفاعت بکنه، نه هر روز من اون اشتباهات بکنم شب بیام بگم خدایا من ببخش، توبه میکنم از گناه. این نیست. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری خودتون متوجه میشین که عیسی مسیح چجوری، با عیسی مسیح باید رفتار بکنید. شمالی الان
گیلون میان سنگونه ورا شابور تو چری تو با آسین کوتاهی سعی که بابا همون یه رد دومیت برف میان سعیم تو ایرا آسین کوتاهی سعی شب اینجا خیلی سرده ولی روز شب و صبح خیلی سرده ولی روز گرمه میشه 70 درجه آدم بعد گرم میشه البته کابشی میبوشم اینجا که استادیوم به خاطر همون گرمه کلا میگه سوم آن که نجات برای همه معیا شده نجات از غضب و کیفر خدا چون فرمان روای این دنیا یعنی شیطان دیگر محکوم شده است با کار عیسی مسیح عزیزان با کار عیسی مسیح شیطان دیگه محکوم شده نمیتونه هیچ کاری بکنه چون عیسی مسیح وقتی به خون عیسی مسیح ایمان میاری میگه ای عیسی مسیح من ایمان دارم که گناهکارم و قبول میکنم که گناهکارم و ایمان دارم که تو روی صلیب رفتی به خاطر گناهان من به خون تو ریختی تا گناهای من پاک بشه من امروز تو رو خدا و خداوند خودم میدونم تو هستی منجی من ایمان دارم بهت به قلب من وارد شو گناهای منو ببخش زیرا امروز به تو تعلق دارم در نام پدر پسر و روح القدس ببخشیدی میشی بعد خود خداوند روی تو کار میکنه میری کلام میخونی ما که صحبت میکنیم گوش میدی این برنامه ها رو میبینی روز به روز در کلام خداوند قوی میشی در خود خداوند قوی میشی و رایی که داری میری از خداوند چون اطاعت میکنی خداوند بهت برکت میده برای آرامش میده هر چیزی که دست میزنی خیر و برکت توشه مثلا یه کاسب بازاری میری کس میخوای انجام بدی بازار میخوای خرید و فروش بکنی چون با خدا داری راه میری دروغ نمیگی و کلک نمیزنی و سر مردم رو کلا نمیذاری خدا به اون جنست به اون بازارت برکت خواهد داد باور بکنید عزیزان یک ایمان فقط لازمه یک ایمان به عیسی مسیح به من نگو که تو مسلمون به من نگو که تو مسلمون بودی اول به من میگی که پیغمبر اولوالعزم منم مگه میشه آدم عیسی مسیح رو قبول نداشته باشه با چی به پیغمبرم قبول دارم بعدم میگم من مسیح شدم میگی کافر شدی تا حالا گفتی که به عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزم منه که یک لحظه رنگ عوض کردی گفتی که کافر شدی چرا کافر شدم من؟ مگه تو نمیگی پیغمبر اولوالعزمه؟ مگه اون قرآن نوشته؟ تو قرآن هم تازه نوشته که عیسی مسیح روح الله است. الله که بود ولی خب منظورشون خداست. یعنی روی خداست. بس باید قبول بکنیم که عیسی مسیح روی خداست. که وارد جسم انسانی شد آمد پایین تا درد من و تو رو بکشه در رحم یک انسان پرورش پیدا بکنه توسط روح القدس از کوچکی دنیا بیاد به درد ما رو بکشه از کوچکی بگه من کوچک بودم بزرگ شدم نمیدونم مثل بچه ها بازی کردم زخمی شدم افتادم بلند شدم بزرگ شدم سختی های دنیا رو کشیدم حتی به خاطر شما به خاطر که گناه های شما رو ببخشم روی صلیب رفتم چقدر اهانت به من شده اینا رو همه رو عیسی مسیح انجام داد که من و تو بر نگردیم بگیم خداوند تو از درد من ناگاهی تو اصلا میدونی من امروز چی دارم میکشم میدونی اصلا این گرفتاری که برام با وجود اومده نه عوضی که اینه بگی خداوند من میدونم که تو به خاطر گناهان من آمدی به گناهای من پاک کردی و ایمان دارم که در من زندگی میکنی و ایمان دارم که این مشکلی که هست به نام عیسی مسیح میطلبم که این مشکلم بره بیرون حل بشه شریر به من حمله میکنه به نام عیسی مسیح فرمان میدم که شریر از من دور شه
یا میخوای جایی بری میگی به نام عیسی مسیح امروز میرم مثلا در دادگاه، میرم در کسب بکنم، به نام عیسی مسیح امروز این حرکتی میخوام انجام بدم. اینو که قوی میشی در نام عیسی مسیح و میبینی نتیجه شو، میوه های این درخت رو میبینی. الکی نیست عزیزان من که الکی داریم یه چیزی میگیم، نه، و میبینی خداوند تو رو هیچ وقت در مونده نخواهد کرد. میگن یه مثالی داریم، میگی رشته نازک میشه ولی پاره نمیشه. امکان داره توی یه مدت در مشکلات بیفتی، در مثلا از نظر مادی ضعیف باشی، ولی خداوند پاره نمی کنه اون رشته رو، نمیذاره تو محتاج کسی دیگه باشی، نمیذاره تو محتاج دست دراز باشی برای یه نفر دیگه. این خدای زنده است، اینه که آدم عشق میکنه با این خداوند قدم بزنه، با این خداوند را بره، و چون نتیجهش میبینه لذت بخش. عزیز، وقتی من این سوال میکنم از خداوند، خواب به من نشون میده که من اونجا هستم، با خون عیسی مسیح تو رو پاک کردم، یعنی یقین بدون که با خون عیسی مسیح پاک کردی، یا من نمیدونم در اتوبان دارم میرم دعا میکنم توی این ماشین که خدایا من عشق پدری رو ندیدم و نچشیدم، از بچگی پدر نداشتم، همیشه آرزو داشتم که پدر داشته باشم، پدر دست منو بگیره، عشقش رو ببینم، لمس بکنم پدرمو، ولی ندیدم. همون لحظه یک پرده بزرگ در آسمان باز بشه برای تو، خداوند دست تو گرفته باشه، داره راه میره. این لذت بخش نیست برای تو که خدا بگه شاپور توی این داد فریاد داری میگونی من لذت پدری نچشیدم، از 2 سالگی که پدرت مرد من دست تو داشتم، من همه جا با تو بودم، ولی 10 بار الان مرده بودی شاپور. چی سیاسی بودم اون موقع، چی اون موقع تظاهرات بودم، جلو تیر رفتم، 10 بار الان مرده بودم، ولی چون دست خدا به من نشون داد که از 2 سالگی دست منو گرفته بود، خدا میگه من پشتیبانت بودم. میدونم داری دعا میکنی، میدونم انسانی، میخوای مثل جسمانی انسانی مثلا دست پدرت گرفته باشی، ولی بدون که من با تو بودم. این تسلی بخش برای من شاپور نوعی، این برابر با 1000 میلیارد دلار به من بدن، اون بالاتر از همه است که خدا وقتی حرف میزنم سوال میکنم جوابتو میده، دعا میکنم ساین بهت نشون میده، از خطر تو رو بابا من سر کار، ببین چند سال پیش 2 نفر اومدن دزدی بکنم، با تفنگ جلوی من بود، با تفنگ همین لاینه فاصله اینقدر منو نمیدید، پولم پیشم بود یک عالم، داشتم حساب کتاب و بیزنس میکردم، البته خودم بیزنس نداشتم، برای کسی که داشتم کار میکردم، الان هم برای کسی که کار میکنم بیزنس زدم، ولی بیزنس خیلی سخته اینجا. ایران بیزنسمن خوبی بودم، ولی اینجا بازم خوبم، ولی خب پشتیبانی اینجا فرق میکنه. مثلا من تو ایران بیزنسمن بودم، اومدم اینجا، بله من میتونم، اینجا با ایران فرق میکنه. باید راچار خوب بدونی، باید موقعیتش بدونی که بیزنسمن بشی. هستم ولی دیگه الان حوصله ندارم بخوام دوباره رستوران بزنم، نمیدونم چیکار بکنم. یه مدت 5 سال 4 سال رستوران شمال داشتم، خیلی هم تو ماهواره منو دیدن از شبکه‌های تلویزیونی. به هر حال این لذت بخشه که خدا جواب سوالتو بده وقتی دعا میکنی. بس امروز به عیسی مسیح ایمان بیار عزیزم، تا لذت ببری، تا متوجه شی که شاپور چی داره بهت میگه. دعای شاپور خداوند جواب میده، برای همه جواب میده، نه فقط شاپور، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره خداوند جواب میده.
و عزیزان من یادتون نره به این تلویزیون کمک بکنین تا برنامه های ما بهتر بشه برای شما پخش بکنیم. و چون این تلویزیون هر ماه $10,000 خرج داره، بایستی خرج کارگردانی بده، خرج نمیدونم ماهواره رو بده، برق تلفن این اون همه چی هست. بس به شماره های 818-436-2490 زنگ بزنید به کمکاتونو به این تلویزیون عزیزان انجام بدین که شما سعیم باشین در فرستادن کلام به هموطنانتان در ایران. این شماره جدید به ما دادین، دو تام شماره زیر صفحه است که عزیزان میتونین با این سه شماره 818-436-2490 یا 716-818-716-4-0 یا 818-699-16-15 زنگ بزنین و کمک هایتون رو به این تلویزیون انجام بدین. چون هر دلاری که شما بدین برای این تلویزیون، ایمان داشته باشی که خدا زیر دین هیچ کدوم ما نمیشینه، خداوند بهتون برکت 100 برابر خواهد داد. روزی 1 دلار، ماهی 30 دلار، اگه وسعتتون میرسه بیشتر. عزیزان بذار برنامه های تلویزیونی داشته باشیم که تلویزیون معمولی که همه برنامه ها رو یه پکیج کامل به شما تقدیم میکنه. دوستتون دارم عزیزان، شما رو به خداوند میسپرم، به دست عیسی مسیح منجی میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی.